حالا که اینجوری شد، انقدر دوست دارید نقش داشته باشید توی همه چی و همه چیز من رو ببینید، منم میخوام همه چیز شما. نه، پلیر بکی ریاکت بزن. خیلی وقت ویدیو ریاکت نذاشتیم تو چنلمون. خب دایی به گادمی ریاکت بزن. آها، خیلی حرف قشنگی بود، آفرین حشمت جون. میخوایم به گیم پلی های گادمیر ریاکت بزنیم. خب من از توضیحاتی میخوام بعد، اصلا هدف ریاکت نیست. خب هدف واقعا ریاکت نیست، هدف اینه که واقعا یه سری صحبت هایی هست که باید انجام بشه. یه صحبت هایی که من خیلی زودتر باید این صحبت ها رو میکردم، ولی چون ناراحتی پیش اومد، خیلی خیلی هم ناراحتی پیش اومد هم خیلی درگیر بودم، این صحبت ها انجام نشد. حالا گاد میرم اینجا بگیم میوت دفن کنه، میره از توی سیری میتونه بشینه نها کنه. برای همین سعی کن مداخله نکنی توی ریاکت، چون گیم پلی خودته، به نظر من چیز نیست. بذار ما بگیم. اوکیه، من که کاری ندارم، ولی خب چیز دیگه. الان چرا میخوای به من ریاکت بزنی؟ الان بهت میگم، تو هم دارم میگم مداخله نکن دیگه، مداخله نکن. یه دقیقه اصلا بذار بهت میگم. برو بریم بابا، جوتون ساخلا همه یک بیدقه. آره برو بریم بابا. این سولو اسکواد گاد میره توی مود قبلی، توی سرور پی سی، توی سرور میدل ایست دیگه، چون من میدونم کجا بازی میکنیم، با ما بازی میکنیم. ببین از اینجا میفهمی سرور پی سیه، چون لن میکنی یه انمی داره با گان نگات میکنه میشه. خب گیم پلی که الان ما دیدیم، لن میکنه، میفته پایین، والت میکنه، تازه میاد بالا. حالا بسون حلال استون. رجیستر داره ها، صدا میده. آره رجیسترش خوبه. یه نفر دیگه مولی شو، مولی خیلی خوب بود، تو اتاق باز شد، روز سری خوابید. حلال استون. اوی اوی اینا رو حلال. حلال. ایوال 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 ایوال. اینا رو از من یاد گرفته فکر کنم. دو نفر نیت شد، دو نفرم زیر پاشن. ای وای هلمتش رفت. اوی پشمام، حلال استون. ببین تمیز داره بازی میکنه، تمیز داره بازی میکنه گادمیر. حلال استون، مود تموم. مود با 13 تا کیل تموم شد. مود با 13 تا کیل تموم شد. باز تکرار میکنم، سرور پی سی میدل، میبینید همه انمی ها عربن، سگ پینگ با 13 تا کیل. ببخشید اینم فینیش نداده دیگه. پایین یه دوتا 13 تا گفتم، اوکی. پایین هم یه دوتا بات زده، 40 نفر هم زنده سازن. سلام علیکی. یورو داره دنس میزنه، یورو چرا داشت اینجوری اینجوری میشد اون تو تیرا چرا نخورد؟ یارو مولی کرد، نید گاد میرو دید، سری جا به جا شد، رفته پشت کل به داره یارشو میگیره. آه این نیده میتونه خوب باشه. آره از در میفته بیرون. نه نیفتاد بیرون. الان باید آها ببین این نید خیلی خوبه. وای یارو چه تلپورتیه. جیجیز داره پوش میده. اوکی یه نفر پوش درو نداره، ولی خوب منتظر شد یارو بپره تو باید مدیر انداخ. راست میزنته تا
بایی وای اون خیلی خوردنی بود. حلال. اوی 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 داداش داداش چی میزنی؟ بشکاور خور. تو داری چی میزنی اینو بیار داره تا سیر؟ ای وای همونو ماشین اومد روش. آره میبینی یک کیل میگیره سری فرشو میزنه جابجا میشه چون سولو اسکواده دو نفر بریزن رو سرش خب جاش بد میشه وسط اوپن. یک کیل میگیره سری روتیت، یک کیل سری روتیت، یک کیل سری روتیت. ایول 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 الو بکنم یه نفرم زیر پاشه. دوباره روتیت، دوباره روتیت. بهترین روش بازی کردن سولو اسکوات سرور پی سی همینه. یک کیل روتیت، یک کیل روتیت. عالی. اوی 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 حلال. خب اینمیه رو برو هم ای دبل دارن. ای وای ای وای سری پری پایین. میدونست اون یکی ای دبل داره. والا هیچی نمیبینی که. او اینا رو نگاه چجوری دارن نگاه میکنن. منتظر بودیم بتره که چیز چه. عادی 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 عادی. اوی 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 اوکی اینا کیه دیگه. وای چه پشکاوری خورد، چه پشکاوری خورد. پشمام انیمی ها فول ست یخی هنم. آقا جی جی یه سری چیزها رو آدم میبینه، خب همچین گیم پلی رو آدم میبینه. خب سولو اسکواد تو سرور پی سی چند نفر داریم که مثلا تو دنیا بزنم سولو اسکواد با این نت، با این نت نه با این نت و این ریج این مدلی، و ریج شوکیه ولی خیلی پشکاور داره تیر میخوره. خب با این وضعیت پینگ و رجیستر و پشکاور تیر خوردن کسی و ما تو دنیا نداریم تو سرور میدل بتونه چیز بزنه، سولو اسکواد بزنه. اونایی هم که معروف شدن تای تایش مثلا اون کسی که واقعا دارن سولو اسکواد میزنن ترکوندن، یکی یوسف الپوپ همین زیرو گیمینگ است که کلا رومه، یکی هم قشیم بودش که اونم دوباره روم بود دیگه ریاکت زدی. از یه طرف آدم خیلی خوشحال میشه که هم چین پلیرایی داریم که درست حسابی حرفه‌ای دارن بازی میکنن، از یه طرف هم خب میایم اینجا میبینیم که گادمیر از پاب جی موبایل خدافزی کرد. خب حالا این ویدیو رو من به محتواش نمیپردازم. سولو اسکواد گیم زدیم هممون یه مدت طولانی. من خودم یه مدت بود سولو اسکواد بازی میکردم. یک سولو اسکواد تو سرور پی سی واقعا سخت‌ترین گیم پلیی که میتونی در بیاری. درسته. دو برای مخاطب، برای مخاطبی که فقط دنبال جنگولک بازی خسته کننده ترین ویدیو. جذابیت خاصی فایت‌های سرور پی سی نداره. شاتای خفن شما دو کا ویو. هیچگانی جز نید نیست. چلنجیه که زدیم 1.2K 1.12 4. سولو برسکوات 1K هم نشد. نه من با صحبت کسی دیگه ای دوست ندارم قضاوت کنم، دوستم به چش خودم ببینم. ولی به چش خودم دیدم که قشیم دیگه ریاکت زدیم به لایو سیرمش دیگه. یه کارنوادش برداشت 20 شات زد، یه دونه اسنایپش نخورد. الان یعنی نمیدونم تو لایو استریم بازی کردن یه چیز دیگه است. اصلا لایو استریم گادمیر کسیه که لایو استریم گذاشت رو اکانت مایی که این سیزن رنک 2 گرفتیم رنک اپ کرد. خب یعنی شما دارید سولو اسکواد رو میبینید، دارید رنک اپ هم میبینید. یعنی یه بازه بزرگی از تیکای پابجی موبایل رو داره میزنه برای خودش. میگه رنک اپ تیک خورد.
اکانت خدا رو شکر اکانت یعنی واقعا تیک خورد، اکانت به این خفنی، سول اسکواد تیک خورد، کاور بدم تیک خورد، بچه ها کاورم بدم من ویدیو بگم تیک خورد، یعنی اون کارنامه تکمیله چیزی که من دارم میبینم راجب تک تک بچه ها همینه. من صرفا نمیگم که فقط گادمین اینجوریه، دارم میگم که تک تک بچه‌ها که توی تیم من الان مثلا مهدی هم داریم براش پیسی میگیریم دیگه شروع کنه. خب سرمود خودش، سرمود کسیه که یعنی ما به بگو بخند و مسخره بازی و اینجور چیزا عادت کرده باشید شاید، ولی سرمود هم کسیه که تو اسکواد آدم خیالش راحت یه نفر که لوزو قراره بره بزنه. خب برای همین بیشترین چیزی که من این ویدیو رو اگه ندیدید ببینید، خب این ویدیو رو اگه ندیدید ببینید که تقریبا همه دیدن. از این طرف خوشحالم که ویو ها از 1.5 رسیده به 1.8، 3.5. خب 3.5 داریم اینجا، یعنی تقریبا 3 برابر یعنی من هر جایی گادمیر باشه اونجا حالش خوب باشه اونجا باشه، من به عنوان برادرش پشتشم، میگم داداش تو برو اونجایی که دوست داری، اونجایی که حال میکنی، اونجایی که حالت خوبه، اون موقع حال منم خوبه. خب ولی از این طرف ناراحت هم چون خب بالاخره کامیونیتی پابجی موبایل ایران یه کامیونیتیه که به کسایی، به یوتیوبرایی که این مدلی دارن کار میکنن نیاز داره. خب نه فقط گادمیر، همه کسایی که دارن با اخلاق کار میکنن. یک سال گادمیر اینجا فعالیت کرده، یه دونه ویدیوی حاشیه دار چنلش هست نیست، یک دونه ایرانی تو این یک سال فعالیتش فیس نکرده، یکی از بچهای افغان تو این فعالیتش فیس نکرده. حالا اینکه این ویدیو رو ببینی، من کامل به این ویدیو نمیپردازم، ولی دل آدم میشکنه این ویدیو رو میبینه. درست نیست یه سری چیزا، یه سری کارا رو آدم با هموطنش انجام بده. حالا من نمیدونم از سر حسادت میشه که سر گادمیر همچین چیزی پیش میاد یا از سر چیز دیگه‌ای، ولی گادمیر اینا رو تو ویدیوش نگفت چون نیم، چون درست نیست که بیاد بگه، چون انگار مثلا میگن که سوسول بازی داری در میاری فران و اینو، ولی من میگم عوضی گادمیر تو این یه سال کلی چرت و پرت چنیده، کلی فوش خورده، کلی فوشی که دارم میگم فوشای خیلی سنگین، فوشای خیلی عجیب غریب. خب با اینکه یه سال داره فعالیت میکنه و یه سال داره این کار انجام میده و بدون هیچ حاشیه‌ای هم داره این کار انجام میده، هیچی اصلا بگو آزار این آدم به مورچه رسید نرسید، ولی نامردیه که با یوتیوبری که تازه شروع کرده و اینقدر داره خوب میاد بالا و اینقدر کامیونیتیش خوبن و اینقدر داره درست فعالیت میکنه به خود آدم اینجوری تا کنه. دوستانی هستن که نمیدونم اصلا نه گادمیر میشناستشون نه گادمیر باهاشون خصومت شخصی داره، اصلا هیچ کس تو کلن ما با هیچ کس دیگه هیچ جای دیگه ای تو این کامیونیتی چیز نداره، هیچ خصومت شخصی نداره، ولی نه طرف رو میشناسه نه چیزی، طرف ورداشته خیلی خیلی حرکت های عجیب غریب زده، خیلی فوش داده، خیلی فیس کرده، خیلی فلان بیسار، یکی دوتا هم نیستن خیلی زیاد. توی رنکاپی که ما داشتیم بچه های چت چند تا اسکواد از بچه های افغان ما رو زدن و ما رو فیس کردن، چند تا اسکواد اصلا ما رو زدن ما رو فیس کردن، شما بگید عددشو چند بار این اتفاق افتاد تو کل این رنگ‌کاپایی که ما داشتیم، با اینکه ما حداقل اون روز نگاه کردیم اون روز 50 60 نفر از بچهای افغان تو چتمون بودن، چند درصد از ویورایی که توی یوتیوب من دارم ویدیوهای منو نگاه میکنن از بچهای افغانه؟ خب یه سوال، چند بار شد که تیم ایرانی ما رو بزنن و فیست کنن، مستقیم بودن فیست کنن تو کل رنگ‌کاپایی که ما داشتیم؟ دقیقا حرف گادمیر چیه؟ اینه که شما این همه مسخره میکنید، ببینید چجوری احترام میذارن، ببینید چجوری ریسپکت میدن به آدم. خب استریم اسنایپ رو ول کن، استریم اسنایپ رو که هممون دیدیم اصلا، اونا رو ولش کن، اونا رو اصلا ولش کن، تا حالا یه اسکواد افغان ما رو استریم اسنایپ کرده که اونم اصلا بچه های رفیق بودن، که اونم همین چند وقت پیش بود که با ادریس می‌خواستیم ویدیو کمپری بگیریم که اونا اومده بودن فشاری مون کنن،
اصلا اونا همون ایسن دیگه، یکی از بچه هاست ایس اسمش، خیلی هم پسر گلیه. اون اومده بود ما رو استریم اسنایپ میکرد که اون همون ایسه تو رنکاپ خورد به ما، کل مپو جمع کرد به ما کیل داد، ولی سر ویدیوی کمپ بری با ایلیس شریفی اومده بود ما رو فشاری کنه در سریز. خدا بگم چی کارت نکنه. چند استریم اسنایپ ها یعنی یک بار اسکواد افغان نیومدن ما رو استریم اسنایپ کنن، فیست کنن، نمیدونم داستانی کنن. چرا اینجوریه؟ مشکل چیه؟ من اینو نمیفهمم. چرا همش مسخره میکنن، همش مسخره میکنن، همش مسخره میکنن، ولی آخرش آدم نگاه میکنه میبینه ای اونا خیلی بهتر از ما دارن چیز میکنن، خیلی بهتر از ما احترام قائل شدن بلدن. یوتیوبری که 6 ماه شروع کرده به فعالیت، خب میاد میبینه که ما داریم میزنیم تو سر کله هم دیگه، میاد میبینه که آقا منو دارن استریم اسنایپ میکنن، مثلا پیش من داره بازی میکنه، اصلا رو اکانت من رنکاپ کرده، طرف رو اکانت من گادبیر اومده رنکاپ کرده تو رنکاپ این سیزنمون، یه شب اومده بازی کرده 3 تا مچشو لوز نداده، منم یه شب بازی میکردم 3 تا مچمو لوز نمیدادم، 3 تا یا 4 تا مچشو لوز نداده که اونم برای من عادیه. میاد میبینه منو دارن استریم اسنایپ میکنن، بعد میبینه که فلان کس دیگه هم داره استریم اسنایپ میکنه، میبینن که ناک میکنن همونجا فوش خارو مادر میکشن، مخصوصا اگه یوتیوبر باشی. آقا خب سرد میشه آدم، سرد میشه آدم. من دیروز پیروز تو استریم خوردیم به یه تیم ایرانی، خیلی رنکاپی داشتن بازی میکردن، خیلی رنکاپی داشتن بازی میکردن، نمیدونم کی بودن، اگه اصلا این ویدیو یوتیوب میشه نمیدونم بگن آیدیاشونو، شاید تو واد استریمش هست، من اصلا نمیشناسمشون، ولی میبینم که آقا یه تیم ایرانی رفته گوشه گوشه مپ یه دونه فلر زده داره یواش یواش بزوم میاد تو. یعنی چی؟ یعنی این تیم رنکاپه، یا این تیم به این وین بیشتر از من احتیاج داره، یا داره ویدیو میگیره یا هر کوفتی. من رفتم مپو دور زدم، مپو خالی کردم، زدیم 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 زدیم، آخر بالای سمت چپ روینز کنار اون قلعه وسط اوپن وایسادیم، کیل دادیم بهشون، رفتیم بیرون از مچ. آیا من کار سختی کردم؟ آیا من کار سختی کردم؟ آیا یه سوال، به کاری که من انجام دادم از کارت اومدن سخت‌تر بود؟ آیا؟ آقا من نمیدونم، طرف داره رنکاپی بازی میکنه، به من چه؟ من این مچو نمیخوام اصلا بازی کنم، مگر اینکه خودم رنکاپ باشم، مگر اینکه خودم رنکاپ باشم، اون موقع شرمنده شون میشیم، فایت میدیم، آقا هر کی زد زد، هر کی زد حرالش باشه. از اون طرف حالا بعداشو گفتیم، بعداشو گفتیم، واقعا بعداشو گفتیم، حالا هی هم داریم میگیم گادمیر پیشرفت کرده، گادمیر اسمش در اومده، اینا به لطف شماست، شمایید که دارید، شمایید که دارید حمایت میکنید، شمایید که هوای ما رو دارید، شمایید که انقدر کارتون درسته. آقا من 60 ساعت دوناتونم، یعنی من فکر کردم تموم میشه، اندازه 70 ساعت من دونیت شدم، 20 میلیونش حالا خود گادمیر دونیت کرده، خب ولی بقیهش بعدش رو گفتیم، خوبش هم میگیم، واقعا دم تک تکتون گرم، واقعا دم تک تکتون گرم که یه نفر وقتی داره درست فعالیت میکنه اینقدر هواشو دارید، به عنوان یه کسی که حمایت میکنه، به عنوان یه کسی که ویوره، به عنوان یه کسی که داره این کارو داره تو یوتیوب میچرخه و ویدیوهای ما رو نگاه میکنه، واقعا دم تک تکتون گرم. این مشکل ها هست، ما خیلی جا داره که کامیونیتیمون یه ذره چیزتر باشه، یه ذره پشت همتر باشیم. خب من انسان هایی هستن که اصلا با طرف حال نمی کنم، اصلا نمیخوام ببینم طرفو، خب اصلا حالم به هم میخوره از طرف، خب اینجوری بگم، ولی آقا تو مچ رنگ ها بودن خوردن بهمون، خودمون رو نیت کردیم رفتیم بیرون، یا همون اول مچ لفت دادیم که دیدید چقدر ما مچ لفت میدیم، 1% حاشیه‌ای نشه، 1% فرده یکی نه بگه وای اینا ما رو زدن بریم استریم اسنایپشون کنیم. ما هم که ماشاءالله نشستیم اینجا، یه نفر رو یه دونه تیرمون اونور مپ میگیره به یه ایرانی میگه اه های پایین به من تیر زد، همین الان جمع کن بریم استریم اسنایپش. سر امیر میاد 100 برابر بزرگتر سر ارسلان هم میاد، اینو اینجا من بگم، خودش نمیگه. آدم از طرف ویور هیت بگیره، ویور عادی بیاد استریم اسنایپت بکنه، میگه آقا من یه جای کار اشتباه کردم، به یه عده توهین کردم، کارم ضعیفه، دارم هیت میگیرم، میگیره چه میگم. ولی حالا گفتنش جایز نیست، ولی خب
عادی نیستن اینایی که دارن اذیت میکنن و این اذیت میکنه، میگیری چی میگم؟ شاید تو کامیونیتی های دیگه این کسایی که اینور دارن اذیت میکنن دارن همدیگه رو پوش میدن، هول میدن رو به جلو، ایناس اذیت میکنن. و اینکه بخوای یه چیزی اضافه بکنی بازم جاش گفتن نداره، ولی این چیزایی که دارید تو صحنه میبینید یک صدامت چیزایی که داره سر بچه هایی که کانتنت درست میکنن میاد. به شخصه میگم، همیشه هم میگم، ارسلان خیلی آدم بزرگیه، هر کسی تو این کامیونیتی فارسی جای ارسلان بود یا الان کلا تو دراما بود، نه اینکه دراما رو ایجاد کنه ها، یعنی یه سری چیزایی میگفت که پشماتون برید، ولی خب خیلی آدم بزرگ و بخشنده ایه. این آدم اگه میخواست خیلی چیزها رو به روی شما بیاره، شما خجالت زده میشده تو در ارسلان که چجوری داره فعالیت میکنه تو این کامیونیتی. سه چیزا هست آدم به این مطمئنم الان نمیشه گفت اصلا چی بگی. آره یه سه حرف هانیپو رو تو چت نگفتنش دلیل از هم نپاشیدن کامیونیتیه، وگرنه موضوعی نیست. موضوعی که هست ولی آره نگفتنش دلیلشون. یه چیزی رو روک بگم باز الان یه سری برمیگره میگم وای گادمیر چون مثلا از بچه های خودتون رفیق خودتونه. اصلا من نمیگم کلن مال من و مثلا بچه ها توی کلن، این کلن مال ماست، یه خانواده ایم ما اینجا. خب حالا یه نفر به قدمتش، یه نفر به اسکیلش، یه نفر به اسکینش، هر کسی یه جور شناخته میشه توی کلن ما، یه نفر به فان بودنش، هر کسی نقشی داره. خب یه سری الان میگم وای الان چون مثلا گادمیر از بچه های خودتونه رفیقای خودتونه مثلا اینقدر گندشگری موضوع رو. نه داداش من، شما وارد یوتیوب میشی، هر چی کامیونیتی پابجی موبایل ایران توی هر پلتفرمی، چه اینستاگرام، چه یوتیوب، چه تیک تاک، چه ویچت، چه وایبر، هر چی کامیونیتی ما بزرگتر باشه برای خود من خوبه. خب حتی یوتیوبری که اصلا با من حال نکنه یا با من مشکل داشته، چرا؟ چون من ویدیوی آقای گادمیر رو کلیک میکنم، خب دارم اینجا میبینم اه یه ویدیوی هایپوی اینجا ریکامند شد، اینم پابجی موبایله، برم ببینم، برای من خوبه. خب برای من خوبه و فرقی نداره طرف کی باشه، مهم اینه که فارسی زبانیه که داره تو کامیونیتی ما فعالیت میکنه، اصلا چه با من حال بکنه چه من با اون حال نکنم، چه با هم دیگه حال نکنیم چه با هم حال کنیم. خب اینو دارم میگم، حالا چه برسه به اینکه رفیق آدمم باشه و دو برابر آدم فشار میخوره سر این موضوع. خب حمایت من به عنوان رفیق میکنم، همیشه کردم، ولی حمایت اصلی شما دارید میکنید، من فقط میتونم اطلاع رسانی کنم این موضوع رو، گرفتید؟ اینو من فقط میتونم اطلاع رسانی کنم. بچه‌ها همچین موضوعی هست، شما به عنوان کسایی که میتونید حمایت کنید برید این ویدیو رو یه لایک بزنید، یه برید یه لایک بزنید، خیلی باید پشت هم باشیم. یه ذره نه، یه ذره با یه ذره دارم میگم شروع کنیم یه ذره با یه ذره شروع کنید و هیچ وقت هم برای این مسئله دیگه نیست. آره با یک شروع. آره کامیونیتی ترک های عربا هم اینجوری شدتش کمتره، کامیونیتی ترک ها و عربا. خب تو کامیونیتی ترک ها خب یه نفری بود به نام ارسین یکین. خب اینجاست یارو، این بالاست، همه زیرشن، همه زیر یارو هم. یارو هم اکانتش روز بهترین اکانت هست، اولین یوتیوبر ترکی که فرون رو مکس کرد در جا که اومد خودش بود، هم اولین یوتیوبری که همه تسلا رو گرفت خودش بود، اولین یوتیوبر ترکیه که 5 سیزن پشت سر هم رنگ یک رو گرفت خودش بود. خب میدونی چی کار کرد؟ یه پلتفرمی هست به نام twitch.tv، چیز به نام نیمو تیوی، که تو نیمو تیوی همه اینا چیز میکردن؟ استریم میدادن و این رفت با نوک ریختن رو هم دیگه، با نوک 360 ابو سنید که رفیق ما هم هست، که رفتن با این ریختن رو هم، رفیق شدن و پلتفرم میاد مثل تویچ جایزه میده به شما. خب بذار بهتون بگم که چقدر این شدتش کمتره تو کامیونیتی های دیگه هست، ولی چه شدتش چقدره بذار دارم بهت میگم. طرف اومد با نوک 360 ریختن رو هم دیگه، آخر هر سال بهترین استریمر اون پلتفرم برای اون سال انتخاب میشه. کلکل بین کیه؟ ارسین یکین و بارشی. بارشی و کل ترکا حمایتش میکردن، ارسین یکین و کل ترکا حمایتش میکردن، ولی دونیت حساب میشد. خب دونیت حساب میشد،
5 میلیون دونیت شدی 10 تا پوینت بگیر، میگه تو 1 میلیون دونیت شدی تو پوینت نگیر. آقای نوک 360 میره 2 میلیارد دونیت میکنه از این یکی نو. شب قبل از اینکه، یعنی 1 میلیون تله دونیتش میکنه. خب شب قبل از اینکه این چیزا بسته بشه، لیدرورد بسته بشه، عین چیکن بتل که میرن لحظه آخری میزنن، 2 میلیارد طرفو دونیت کرد تو استریم، طرف 2 میلیارد تو استریم دونیت کرد، اومد رنک 1 شد، بهترین استریمر نونو لایف. از اون روز میدونی نرسین یکین چی شد؟ ویو یوتیوبش از من پایین‌تره. کسی که 60,000 دلار ماهی از یوتیوب درآمد داشته فقط. خب دیگه یادشون رفت طرف کی بود. رفت سمت عربا، فراموش کردن یارو رو. فردا منو بزنید گیم پلی کنید، شمایی که مثلا میری هموطن تو استریم اسنایپ میکنی، میزنیش ویدیو یوتیوبش میکنی که 4 نفر بشناسنت، داداش چرا نمیری 4 تا استریمر ترک استریم اسنایپ کنی؟ چرا نمیری 4 تا استریمر عربو استریم اسنایپ کنی؟ چی تو هموطنت برای تو هست؟ چرا نمیری ترک ها رو فوش بدی؟ تو که میخوای، تو که اومدی اینجا فوش بدی، تو که اینجا اومدی اینو اونو فیس کنی، تو که اصلا مشخصه مثلا سفره که سرش بزرگ شدی سفره اشتباهی بوده، مام بابا بالا سر نبودن، تو اومدی تو پابجی موبایل همه رو فوش خوار مادر بدی، اومدی پابجی موبایل همه رو هم فیس کنی، تو اصلا اومدی عقداتو خالی کنی، چرا سر هموطنت این کار میکنی؟ چرا نمیری عربا رو فشاری کنی؟ کامیونیتی ترک ها و عربا خیلی با هم بدن، هنوز بعد 6 سال خیلی با هم بدن. سر اینکه ویورای ترکا میرن عربا رو استریم اسنایپ میکنن تو رنکاپ، ویورای عربا میرن ترکا رو استریم اسنایپ میکنن تو رنکاپ، نذارن طرف بیاد بالا. ما افتادیم به جون هم دیگه، گادمی رو دارن استریم اسنایپ میکنن، فوش میدن، فیستش میکنن. اگه بگیم ویور عادی باشه حرف علی سرمود اوکی، اگه بگیم ویور عادی باشه طرف خودش ادعایی داره برای خودش. خودش خیلی آشنا نیست. امیر از یه طرفی مثلا یه سایدی داره فوش میخوره یا مثلا سنگ اندازی میندازن تو پاش، اصلا نمیشناسه طرفو، فقط یه اسم شنیده، حتی نمیدونه طرف مشکلش مثلا اصلا کلا اوکی من با تو تیم هایپو هم، یه سری با تیم هایپو مشکل دارن، اصلا نمیدونه مشکل طرف با تیم هایپو چیه. آره ولی اون ایرانیایی که اومدن این همه بی احترامی کردن الان چی رسید؟ چی رسید؟ چی شد؟ دیگه بیشتر از این به این موضوع نمیپردازم، امیدوارم که کسایی که دارن سعی میکنن، امیدوارم هر کس به اندازه زحمتش نتیجه بگیره. جیجی بگو باید یکی اینکه واقعا دمشون گرم بچه ها، واقعا کامنت هایی که گذاشتن سوال اون ویدیو واقعا خیلی لطف کردن به من. و اینکه بعضی جاها کامنت ها احساس میکردم که مثلا منظور میرسوندن که مثلا چه میدونم داری واقعا چسناله میکنی یا مظلوم نمایی میکنی، واقعا میخواستم بگم که اینجوری نبود واقعا که بخوام براش ویدیو بذارم، یعنی هر چی بود حرفای چه میدونم این دلی بود، 6 سالی بود که واقعا مثلا پلی میدادیم، رفتارا رو میدیدیم واقعا، یعنی مثلا وقتمون رو میذاشتیم، دلی بود واقعا. این نبود که مثلا بخوام مظلوم نمایی کنم یا مثلا چه میدونم یه سابی بگیرم، یه ویوی بگیرم، یه چیزی بگیرم. این یه مورد بود. مسئله دیگه شم اینه که باز برمیگرده به همون بحث قدیمی، شاید من مثلا شما رو نشناسم، خب یا مثلا برعکس شما منو نشناسید، ولی مثلا منی که به مامانم تو خونه میگم مادر چرا مثلا باید فوش بخوره؟ خب یا مثلا یه کامنت داشتم که آقا هر کی مثل خودش، اونو فوش بدن تو هم فوش بده. من شاید مثلا بعضی وقتا شاید مثلا همتون هم دیدید فوش اگه دادم واقعا مخاطب نداشته. من وقتی به مادر خودم، به مامان خودم میگم مادر چجوری میتونم بگم یکی دیگه رو فوش چون مادر نامیسی بده، اونجوری اصلا تو قول ذات من نبوده که بخوام همچی کاری کنم. من گیم پلی داشتم، گادمیر گیم پلی داشته، من نه، گادمیر هم داشته، الان موضوع گادمیر، گادمیر گیم پلی داشته، کیل خیلی بالا زده بعد سی و خورده کیل زده، بعد اومد به من بگفت ارسلان داداش ما داشتیم ویدیو یوتیوب میگرفتیم فلان اسکواد هستش تو گیم پلیمون، اینا رو زدیم چیکار کنیم؟ بعد نمیدونم گفت انگار
یه جوری هم هستش که من نمیتونم اینو کات کنم بذارم تو ویدیو یوتیوب، گفتش نمیتونم کاتش کنم چون فایت آخره. ماشاءالله نشسته بودن تیم آخر فایت بدن، قشنگ رفته بودن کم کرده بودن که فقط گادمیرنا رو بذار، کاری نداریم. گادمیر گفت اینا فایت آخره، من اینو چیکار کنم؟ من 30 خورده ای کیل زدم. گفتم داداش نمیدونم، نذاشت آخر ویدیو رو. اچ ام دایی جان مرسی. همین جور چون بزرگای کامیونیتی پابجی و گیم هوای همو ندارید، همتون با هم مشکل دارید، خانقا حالا بر دلیلی هستم دور میشین، به جای اینکه به هم نزدیک باشین و کامیونیتی بزرگ کنین، خدای قبول کنین تقصیر خودتون است. این نامردی این حرفو به من بزنی، به من این حرفو حق ندارید بزنید. نه 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 نه، اگه منو بزرگ این کامیونیتی میدونید، که من خودم بزرگ این کامیونیتی نمیدونم، اگه منو بزرگ این کامیونیتی میدونید، من هیچ منتی سر هیچ کس نمیذارم، ولی تقصیر من نمیتونید بندازید این موضوع رو. من همیشه اولین کسی بودم که این کامیونیتی رو دورم جمع کردم، همیشه اولین نفر بودم. یه موضوعی پیش اومد چند وقت پیش، من منت میذارم، من منت میذارم اگه میخواید اینو به من بگید. وایس شخصی از یه نفر پخش شد، یادتونه؟ همه شنیدید، اصلا سرش داستان بود، همه شنیدید. وایس شخصی یکی از یوتیوبرامون در اومد. همه میدونید که من با این یوتیوبر مشکل دارم، همه میدونید که من باهاش مشکل دارم، اصلا باهاش حال نمیکنم، ولی اولین نفری که برگشت گفت چرا وایس شخصی طرف پخش کردی من بودم. تو ویدیو یوتیوب هم هست، ویدیو یوتیوب هم هستن اونجا، جایی که طرف حق داره حقشو میذاری کف دستش. داداش سر من نمیتونید بندازید، من همیشه همه رو دورم جمع کردم. 2 سال دارم استریم اسنایپ میشم، کسایی که دارم منو استریم اسنایپ میکنن رو دیدین چه جوری دارن میان؟ 3 تا تیم 4 تا تیم میان، اسمای اکانتشون رو دیدید، همه اینا رو دیدید، صدام در نیومده. برای اینکه 4 نفر فردا برنگردن بگن آره های پایم هم همش دراما دراما. ما اینجا داریم گیم پلی میذاریم، ما اینجا داریم رنک اپ میکنیم، ما داریم زحمت میکشیم، وقت میذاریم. خیلی چیزای دیگه ای هستش که من بگم پشماتون میریزه، ولی صرفا جهت اینکه داستانی نشه من نمیام بگم. اگر از چشم بزرگا میبینید حق ندارید از چشم من ببینید. این خطی نمیشه. Hustle out, hustle every single day.